سلام نثار تک تک شما عزیزانی که برنامه که بیننده برنامه از کیو پرسم هستین. آرزو دارم که صحت و سلامت باشین و لباس عافیت و تن داشته باشین. خوش آمدین به برنامه ما و مثل همیشه ما 6 اشتراک کننده 50 50 امتیاز و 3 چراغ سبز داریم که اشتراک کننده های ما آمدن، اما یک چیز کم داریم که من نمیفهمم. تمیم جان هم کار بسیار خوب، ما کجا پد شدن؟ هیچ درک هایشان نیست. این سلام شکوفه. سلام تمیم جان، 20 دفعه گفتم که تنها پیش نبریم برنامه را. چرا؟ تنها نیستم، من گفتم که همکار خوب ماست. ما در برنامه نامدیم، وقت شروع کردی. کجا بودی؟ تو اول بود کجا بودی؟ چرا نوقت آمدی؟ شکوفه خوب هستی؟ شکر تمیم جان، سلامت باشی، خودت خوب هستی؟ طرفایت خیرتی هست، خانه کلگی خوب بودن؟ از شما مگی خوب بودن؟ اگه قرار باشه شکوفه ما بیایم در برنامه و ما را بگی اسپیر که تو تنها استاد، چون من تنها استاد نمیشم. خوب شو گفتی، خیلی در برنامه بعدی احتیاط میکنم. و خودت برنامه را شروع کردی، من نمی اومدم شاید پیش میرفتی. نه ایچه، تو یک چیز امکان نداره، بختر اگه خودت نباشی برنامه پیش نمیره. واقعا خیلی چرا شروع کردی که برنامه پیش نمیره؟ خواستم امتحان کنم که میشه نمیشه، اما واقعا بدون خودت برنامه کمبود میباش، کمبودی خودت داره. سلامت باشی، لباس های نوت تبریک باشه، بسیار لباس های مقبول است شگفه. و امو هر کس که رئیس همی کرتن از امور بگو که لباس های ما فراموشش نشه. والله اگه بانم تاکی برنامه ختم میشه که 10 سال هم دوام کنم، اتران میگم تاکو توفیش نبیه. 100% تمی جان، اگر انشالله که در این برنامه زودی اگر شد در این برنامه از که پرسم یک جور لباس برای تقدیم میکنیم و بپوشش. خب است، تنها به منی برای همکارهای دیگه من کجا میال در گوش مصدا میکنن. اجازه است یک سلام علیکی کنم؟ حتما چرا نیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وطندارای عزیزم، خوش آمدین به برنامه از کی بپرسم. شام شما بخیر، هر کجای این سرزمین که زندگی میکنین لباس عافیت و عزت بر تن داشته باشین. به برنامه از کی بپرسم خوش آمدین. عزیزای دل که خارج از افغانستان هستین و امی لحظه بیننده برنامه از کی بپرسم هستین، انشالله خداوند بر ما توان بده که پر انرژی، خوب و فوق العاده این برنامه را پیش ببریم. سلام عاشقانه، گرم و پر از مهر نثار سپهر، شادان، احمد عزیز که خیلی زحمت میکشه و یگان وقت ما آزارش میتیم، میگم لالا کار خودت دو قدر کار فوق العاده نیست، اما کارت فوق العاده سینمیال برات میگم. ربی، قیس، مامان صاحب، تمام عزیزایی که در پشت صحنه کار میکنین و فعالیت شماست که ما اینجا ساده هستیم و امروز گپ میزنیم. به هر صورتش شب تمامتان بخیر و سلام خیلی خاص و پر از محبت و مهربانی نثار اشتراک کننده های ما. خوش آمدین به برنامه. انشالله که امشب یک برنامه فوق العاده عالی داشته باشیم و این برمیگرده به ای که شما چقدر شاد هستین، چقدر پر انرژی هستین و چقدر معلومات عمومی تان زیاد است به ای که بتونین خوب پیش برین در برنامه. و شگفته شما خودت همچنان بخیر. در اول خوش سلام علیکی کردم کرد. حال جدی‌تر شبت بخیر. میریم امرای اشتراک کننده های ما معرفی میشیم، زود برمیگردیم تا آخر برنامه ما را بیننده باشیم. رؤلا فارغ صنف 12، احمد نصیر محصل، محمد رفیق محصل، محمد زکریا فارغ صنف 12، عبدالمصور محصل، حسیب‌الله محصل. برگشتیم به ادامه برنامه و باز هم خوش آمدین. شما هم بسیار زیاد خوش آمدین. من بر شما درباره برنامه یک معلومات کوتاه ارائه می کنم. در نخست از شما سوالات بسیار آسان پرسیده میشه که من مطمئن هستم شما میتونین او را جواب بدین. اگر نتونستین هم ما کمک می کنیم. و در مرحله دوم که مرحله است که پرسم شروع میشه، مرحله است که نسبتا سوالات سخت میشه و نقل نمی باشه و دقت بیشتر کنین. و اولین سوال ما پرسان می کنم از تیم مخالف ما. شما هم تیمی های مست نما. قبل از سلام زکریا، عبدالسلام، منصور ای بالا که دست سم سی تمیم همون سلام های وطنی دیگه. نه آه سلام های وطنی نه نشد لالا نشد لالا نشد لالا دو دسته خیلی کنی ها؟ چرا نمیشه دستای ما صدا نداره؟ او برس ایسته. سلام لالا، عصیب خوب استی بخیر و چی فکر میکنین موفق میشینیم شو رولا جان؟ ها؟ انشاءالله. احمد نصیر جان و رفیق جان، براتان آرزوی خوب میکنم، یعنی چانس خوب براتان اگر واقعا بتونین پیش برین. اما شما هم تیمی های من هستین و من شما را هیچ کمک کرده نمیتونم و هیچ کمک هم براتان نمیکنم. شما هم تیمی های من هستین و امشب اگر قرار باشه که شما برنده شوین واقعا من کمکتان میکنم و هر قدر انرژی مثبت بگوین براتان میتونم. صحیح است، اما به شرطی که تیم ما برنده شه و شکوفه با تیمش حذف شه از برنامه. تمیم چه قسم کمک میکنی؟ گفتیم هر قسم که باشه مرتان کمک میکنم. مثلا منظورت خواهد نقل نبود؟
نقل اصلا براتون نمیدم، اما انرژی مثبتم که براتون بتون مطمئن باش جواب میتین شما. صحیح است؟ آماده هستین؟ من مطمئن هستم که امشب تیم ما برنده است. چون انسک خوب گپ میزنن. این داخل برنامه معلوم میشه شو گفه. امشب به هر رقمی که بکنی ام تیمیات برنده نیست شو گفه. رفیق جان از برنامه حذف هستی. معذرت میخوام. محمد رفیق جان به نظرت کی برنده میشه؟ میتونی که آ سایکو. عرصه چراغ سرخ میشه، میتونی که از استودیو خودت همچنان لالا خودت همچنان من معذرت میخوام ببخشید دیگه. حالا برنامه است، مطمئن هستم که حذف میشین از برنامه. ای کاش این طرف می بودین. تمیم خیلی بیا میره قضاوت هم میمانیم با آخر برنامه. میمانیم با آخر برنامه. شوخی کردم امرایتان. اولین پرسش ما از رفیق است. رفیق جان مصروف چی کاراستی لالا؟ مصروف محصل هستم. مصروف درسا. محصل کدام پانزه؟ پانزه ایتا. پانزه ایتا. دکتر صاحب جان برم بگو که نام برنامه که فعلا در آن حضور داری چی است؟ از کی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ یا از کی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ بله. کدامش؟ از کی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ آفرین، جوابش درست است. آفرین. بله. دیگه ما جان کیاس بده سورین. حسیب الله جان بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. آماده هستی که سوال بپرسم؟ ان شاء الله. زیادتر از جوس از تمام جوسا کدام جوس زیاد خوش داری؟ جوس سیب. جوس سیب. چرا سیب؟ به خاطر به قلب زیاد فایده داره. آفرین. 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 راست میگن. جوس گیلان بسیار فایده داره. معمولا در یک گیلاس چه نوشیدنی های را بیشتر ما نوش جان میکنیم؟ از قبیل جوس یا؟ جوس. جوس از هم شروع تا کیله و سیب و زردک همش دیگه. ای خود جوس ها را که در گیلاس میخوری. صحیح؟ در گیلاس دیگه چی در مینوشی؟ آب، چای. تا حال سوپ در گیلاس خوردی؟ سوپ، بله ها. ها؟ بله ها. برنج خوردی؟ نه خیر. ها؟ چرا؟ نه خیر. چو دا بشقاب خوردم میشه. چرا یک کمک برنج در گیلاس پرتو سرش یک تا کوفته ربان یک قاشقه کبیگی تا فعلا من نوشی جان نکردم. تو خوردی؟ هم تک چیزه. خود در یک جایی که میگه هیچ امکانات نباشه میتونی از گیلاس هم استفاده کنی، مشکل نیست. آ؟ خلاقیت از در خوردن. آفرین، جوابش درست است. آفرین، آفرین، در خوردن. آفرین. میای می طرف نصیر جان. چند موقعیت پر ازدحام شهر کابل نام بگی. دی افغانان، سینمای پامیر، چرای یاجی یعقوب، مندوی. چرای یاجی یعقوب میروار داره؟ داره فعلا. من آمدیم دیدن آمدیم بود بیروار بود دیگه. بعض اوقات اگه بیروار نباشه باز مندوی و دیوانان این منطقه کلان دیگه سر زیر زمینی بیشتر. سر زیر زمینی ده تا که عمر داری سعی کنی بیروار است. بیروار است هیچ فرصتی نمیشه. برای مندوی همچنان ده. و دهی گرمی نی چی حال میباشه اون طرف گفت جان آدم و در دوره حکومت که بودن خدا یار یگان جوانا واقعا جای تاسف است برای بعض جوانای ما که بازم کوچه های پس کوچه های مندهی هم جایی که بسیار بیروبار باشه کس بکارشون جا بود باز مثلا یگان به قول هم بگویم یگان دختر خانما را پرزه میرن یگان کارای میکنن که صبوری هم میرفتن پرزه یگان کارای میکردن که واقعیت بر یک جوان اصلا زیرم نریست. آفرین، جواب درست است، به افتخارش. میایم طرف عبدالمصور جان. مصور جان برنامه تلویزیونی یک شما تماشا میکنین؟ بله. کدام برنامه زیاد دوست دارین که ببینین همیشه؟ همیشه برنامه صبحکیش میبینیم. گلبانگ، آفرین. بله. یک آدمی هستین که سحرخیز هستین. بله. چون از طرف صبح وقت میخیزیم پانتون میریم، آمادگی با پانتون یا از همون خاطر صبحکی وقت زیاد میخیزیم. برنامه گلبانگ میبینی؟ بله، باز چون دهی وقتا یک ذره پانتون تایم سو شده از این بعد از آمدن امارت دیگه تا فعلا ندیدیم. تایم جا نمیشناسیم؟ در برنامه گلبانگ هم بودن؟ دیر شده ندیدیم. خب میرم، نمیشناسیم؟ میگه دیر شده ندیدیم. خیال بشناسش. آماده سی که سوال پرسم؟ بله. چند برنامه تلویزیونی یک را نام بگیرید؟ فعلا نست یا سوال ادامه میتونه مهم نیست در برنامه که بوده. این مثلا گلبانگ گفتین، کاکتوس هم میبینید، کاکتوس دیگه. امیال در کدام برنامه هستی؟ از کی بپرسم؟ آفرین دیگه. دیگه کلاکت، خنده سرا، شبخند، شامیک، شامیک، خبرها رو میدیدی؟ خبرها رو تقریبا نمیکنید. دیگه کار نکنه خبر رو تقریبا نمیکنی؟ چرا نمیخوایی از اول اول حکومت خبر شوی همیشه؟ چون حالا بعد کل این مردم خودش یک رسانه شده، خود مردم هم. آفرین، آفرین، جوابش درست است، به افتخارش. خیلی
میریم به طرف سوال بعدی. رولا چرا خنده داری؟ هیچ اما تو منتظر سوال هستم. خب رولا منتظر سوال هستی؟ بله. خب سکو چقدر یک اشرا کننده های لایق که منتظر سوال است که سوال چی وقت پرسیده شود؟ رولا دلو باو کدی بود که سوال هست. رولا بر مو گفت مرکز ولایت پکتیا کدام شهر است؟ عرف اولش گاف می آیم گردیس؟ آفرین، یکم بلند نمره بابا. گردیس آفرین، جوابش درست است، آفرین. و ده امتیاز بعد استاردین رولا جان. مترادف کلمه بهش چیست؟ مترادفش هم ردیف. حرف اولش جیم می آیم جنت. آفرین جوابش درست است، بفخارش، آفرین. خب رفیق جان، نام پسر حضرت ابراهیم علیه السلام چیست؟ یک، دو، سه، اولش چهار، پنج. متاسفانه که یک چراغت دالا سرخ نمیشه، سه چراغت سبز است. فکر کنم اسماعیل است. کی؟ اسماعیل. آفرین جوابش درست است. حسیب الله جان، متضاد واژه ترسو چیست؟ متضاد واژه ترسو، زدش. زدش کسی که نمیترسه چی است؟ جرأت داره. آفرین، شجاعت، دلیر. و آفرین نترس. اما چیز نه دیگه. و آفرین، شما دائم چه درست آوردین. به افتخارتان آفرین، جواب درست است. مشهورترین سوغات ولایت پنجشیر چیست؟ تلخان است. دیگه آفرین، تلخان است. بله. توت است. قطخی قطخی هم هست نیست؟ ما خو نخوردیم قطخی، اما خیر برد میاریم تمی جان. آفرین تلخان و قطخی. قطخی تمی جان بسیار یک غذای مشهور ولایت پنجشیر است که بی اندازه خوشمزه است. مواد لازمش چی است؟ کچی تهیه میشه؟ موادش دقیق ما هم نمیفهم، ولی قطخ است، آرد است، مثل بولونیس. بسیار خوب، حتما لطف کن یک شب به ما بیار که بخوریم. حتما، چرا نه. آفرین، جواب درست است، به افتخار خودتان خوب کف بزنین. آفرین، یکم پر انرژی اینی رقم. نصیر جان، رقابت های جام جهانی فوتبال سال 2018 در کدام کشور برگزار شد؟ روسیه. آفرین، جوابش درست است، آفرین. عبدالمصبر جان، حافظ از کدام ولایت افغانستان بود؟ از بلخ. حافظ از کدام ولایت افغانستان بود؟ فکر کو حافظ شیرازی آیا از بلخ بود؟ شیرازی، ما کدام ولایت به نام شیراز داریم؟ هرات. باش در گوشت بگویم. حافظ از ولایت از افغانستان نیست، از ایران. آفرین، اینی رقم جواب. آفرین. خلاده زیبا. و شما دهم چه زاده سوالیم؟ رولا جان، برم بگو که در و در درمندر. درمندر گفتی؟ کی گفت درمندر؟ رولا، امیر برات میارم، خودت بخوان سواله و جوابش هم خودت بده. این آخرین. در بیرق کشور ایران چند رنگ وجود دارد؟ امیر باز یک ذره پر انرژی بخوان. در بیرق کشور ایران چند رنگ ها وجود دارد؟ آفرین، معلوم دارد. سه رنگ معلوم دار است. چند رنگ؟ سه رنگ. چی است؟ سفید است، سرخ، همراه سبز. آفرین به افتخارش، آفرین، جوابش درست است. اینم تو دیگه رنگاش رو قمام نمیفهمیم کدام رنگ است. بیرق خود ما رو میفهمیم کدام رنگ است. محمد زکریا جان، متضاد کلمه عشق چیست؟ محبت. متضادش؟ نفرت. زدش یعنی؟ آفرین، نفرت. آفرین و آفرین. بلندتر میگفتی خیلی خوب میشد. نفرت جوابش درست است، آفرین. ازن که از سوالون زکریا جان. و اینی جاست که سوالا رو لولا دست نزنی. خب نه، سرچپه موندیم. مرحله اول بازی ما همینجا تمام میشه، درست است؟ و برنامه خوب
آشنایی پیدا کردین. مرحله دوم مرحله سخت‌تر، اساسی‌تر است. مرحله اسکی بپرسم، هر کسی که میدونست که خوب جواب بده فقط تو کمر فشار میده و انشالله که شما موفق شوید. درست است؟ و تا اینکه عزیزای دل که در خانه هستین، اگر شما یک گلاس چای بگیرین میتونین یک گلاس چای نوشیدن بکنین و ما هم میریم سراغ وقفه در ادامه برنامه ما را امروی بکنین. روح‌الله 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. احمد نصیر 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. محمد رفیق 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. محمد زکریا 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. عبدالمصور 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. حسیب الله 70 امتیاز، 3 چراغ سبز. خوش برگشتیم بینه های عزیز و ادامه برنامه و در بخش دوم برنامه هستیم با تمام اشتراک کنندگان ما. در این بخش برنامه سوالات نسبتا مشکل تر هست. آرزو دارم که کسی که واقعا استعدادش داره بتونه به مرحله نهایی را پیدا کنه. چی فکر میکنین؟ کدامتون میتونین به برنامه به مرحله نهایی را پیدا کنین؟ معلوم نیست. من قلق برای خود انرژی بتین بگو معلوم است. ما شما خود معلوم است. آه ما برنده هستیم دیگه. با خودت معلوم است عبدالصب مصور جان. بله نظر کی میشه خی؟ کی میتونه 5000 افغانی را برنده باشه و بره به مرحله نهایی؟ دیگه نظر به استعداد خود اشتراک کننده و تیم ماست. ببینیم که سوالاتشان بعد از سوالات معلوم میشه انشالله. بسیار عالی. آماده باشین دستایتان ببرین به طرف تکمه. هر کسی که جواب سوال را میدونست تکمه را فشار بده. هر کسی که جواب سوال را میدونست. اگر جواب سوال را نمیدونستین تکمه را فشار ندین، به خاطر که باز اگر نتونین یک چراغتان سرخ میشه. همین چانس از دست ندین. سیس سوال اول ما استون پرسون میکنم. آماده هستین؟ ببرین. ببرین طرف تکمه دستایتان. آماده هستین؟ بسیار خوب. برم بگوین که 40 دزد بغداد چند دزد بود؟ 40 دزد بود. از نامش پیداست. چند دزد بود؟ 40 دزد. 40 دزد بود؟ ذهنی از دیگه. 41 نبود؟ نه 40 دزد. 40 دزد بغداد 40 دزد. کی حساب کرد که 40 دزد؟ خودت هم یاد گرفتی که 40 دزد بغداد. من خودت اقرار کردی من. خب؟ آفرین چی یک جواب دادی؟ چی یک جواب دادی که من ساکت شدم میجه؟ به افتخار شکم بزنید. آفرین آفرین. اما متاسفانه که با این سوال برات امتیاز هم نمیه و خودت حکومتی برنامه هم نگرفتی و هیچ چیز برات نمیه. اما سوال بسیار جگرخونی بود نه؟ اما اگر واقعا حالا کوشش بکنی و امیال زود فشار بدی تکمه را، مطمئن هستم خوب جواب میدین. لالا نمانین که طرف تکمه را فشار بده. صحیح است؟ آه سوال تلکی بود. آه سوال چی بود؟ تلکی علکی. آه آه علکی چی مونا؟ شتبنی. آفرین شتبنی. شکوفه سوال پرسم میگیری؟ آماده سین که اصلا سوال پرسم. روم پایتخت کدام کشور است؟ آفرین احمد نصیر جان. احمد نصیر بگو. پایتخت کشور ایتالیا. پایتخت کشور ایتالیا. مطمئن هستی؟ بله صد. با افتخارش جوابش درست است. آفرین شما امتیاز کسب کردیم نصیر جان. نصیر جان زمام امور با دست خودت است. از کی پرسم؟ از شماره 5. شماره 5 نام نداره. نامش معلوم نمیشه. شماره 5 نام چیست لالا؟ باش کار بشه. عبدالمصور. عبدالمصور. طولانی ترین آیه قرآن کریم کدام آیه است؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. در سوره بقره است. مصور جان منظور ما این بود که کدام آیه طولانی ترین است و او آیه در سوره بقره بود. در آیه 282 و متاسفانه که چراغ اول شما سرخ میشه و دم تیاستان کم. شما خودت با افتخار خودتان کف بزنین. آفرین. احمد نصیر جان از کی پرسون؟ از مصور جان. مصور جان باز از مصور. مصور جان دقت بیشتر کن. اولین پادشاه اموی ها کی بود؟ یک، اولین پادشاه اموی ها، سه، چهار، پنج و متاسفانه که چراغ دوم شما هم سرخ میشه و ده امتیازان کم میشه. عبدالمصور جان. مصور فکر نمی کنی مصور. اگه قرار باشه تیم ما از شوه واقعا ما متاسف میشم.
ما هم جگرخون میشم تایمی جان واقعا بختر شب دوم هم شما تو جگرخون نمیشی خوشحال میشی چی گفت خیر است دروغ نگم اینجا شما خدا یک تشویق کنین آفرین خوب پیش میریم آفرین عزیز بگوی نان خوردین چاش نان خوردین آه. چی خوردین خیلی چرا تو بی انرژی بیشیم یک ذره محکم کف بزنین و تشویق کنین خدا عبدالمصور جان جوابش بود ماویه بن ابو سفیان اولین پادشاه یمنی ها بود احمد نصیر جان از کی پرسم از شماره 6 اسمشم معلوم نمیشه تو امروز هیچ اسم اینا رو نمیبینی امروشان یک جای نامدی یک جای آمدیم هماهنگ نکردیم اینا چند شده چند نفرش نه چند شده شما چی یک دیگه میشین کدام قرابت دارین دوستی رفیق هستیم ما 3 نفر اونا رو دیگه بقدر های باید شب رو شما ببرین 100% حبیب الله جان حسیب الله جان مترادف کلمه همدم چیست؟ یک دو مترادف یعنی همردیفش سه همردیفش چار دوست و جواب درست است با افتخارش جوابش درست است آفرین آفرین یکمک باشیمه حسیب جان یکمک پر انرژی یکمک حداقل حسیب جان آفرین فعلا حکومت همی برنامه بعد از خودت است از کی بپرسم دقیق باش رفیق جان از رفیق جان یک برکت فکر کنم چراغ شاید سوق شو رفیق جان یک شعر برات میخوانم فقط بگو که شاعر این شعر کی است درست است از دل پرخون غزل اشک انار میچکد از مژه دو چشم شیر ابر بهار میچکد این شعر از کی است اقی شعر مشکل بود زبان مرا کلوله کرد سعدی از کی سعدی یک دو سه چهار حافظ نقل خراسان دی اما متاسفانه که نقلت درست نیست و پنج یک چراغ سرخ میشه و ده امتیاز هم کم میشه رفیق جان متاسفانه جواب درست نبود این شعر از حیدری وجودی است با افتخار تیم ما آفرین کف بزنین با افتخار خودتان خوب پیش میریم همونطور حسیب جان از کی بپرسم روح الله جان از کی روح الله آماده هستی سوال ازت پرسان بکنم بله روح الله برام بگو که در افغانستان چند میدان هوایی درجه 4 موجود است یک 4 دو سه 4 4 دارم و 5 متاسفانه جواب درست نیست چراغت سرخ میشه و ده امتیاز هم کم به افتخار تیم ما آفرین همونطور پیش برین و روح الله جان ما که حساب ادامه دادیم میتونی جوابت تغییر بدی به این معناست که یعنی جوابت اشتباه است در افغانستان 7 میدان هوایی درجه 4 موجود است درست است تو گفتی 4 که جوابت اشتباه بود از کی بپرسم عصیب رفیق جان چه یک سوال ساده آوردن متضاد واژه شاداب چیست؟ یک مهربان دو متضاد واژه شاداب سه زدش یعنی چهار مقبول آفرین و پنج متاسفانه جواب درست نیست چراغ بعدی تمسخ میشه و ده امتیازت کم متضاد واژه شاداب پژمرده مقبول خب متضاد واژه بدرنگ است شاداب هم یعنی ضعیف میباشه شاداب هم چی میباشه؟ شاداب میباشه قشنگ قشنگ میباشه بله شاداب هم اگه اسم مقبول از خودش شاداب زودش شاداب چی هست خیلی؟ قشنگ گفتم دیگه برات آفرین به افتخار تیم ما کف بزنین و خوب پیش میرین امیر قم پیش برین آیسته آیسته چراغای تیم حریف سرخ میشه حسیب جان هست کی بپرسم خوب چانس آوردی دالا احمد نصیر نصیر جان برم بگو که علی دایی فوق ستاره دنیای فوتبال چند گل ملی در کارنامه خود دارد یک دو 102 سه 402 4 و 5 شخترین متاسفانه چراغ توق میشه و ده امتیاز تم کم جواب درست نبود 109 گل با افتخار تیم ما آفرین علی دایی فوق ستاره دنیای فوتبال تقریبا 109 گل در کارنامه خود دارد که ریکارد از این بازیکن را رونالدو شکست در گل ملی درست است؟ آسیب جان از کی بپرسم؟ محمد زکریا آفرین آسیب جان بسیار کار خوب انجام دادیم آسیب جان خودت چی جان گفت؟ از تیم خودم انتخاب کردم بسیار کار خوب کردید بازی داد لالا این از تیم ما پرسان میکنیم ما از میشیم خونه او طرف موفق میشه باز چی کنیم ما تو؟ ها؟ انشاءالله هستیم بگو اشتباه کردم از او طرف میپرسم ها؟ تمیم جان گپ خدا گفته
ای زکریا، تو حال پیش 30 میلیون نفر بیننده گپ ایر از گپش میگردانی؟ نه خب نفهمیده بود، فهمیده بودی؟ فهمیدم این کار کردی؟ نه فهمیدم این کار کردی؟ بله. آفرین، تشویق کنی نصیب جانم. بله. کم تیمی خدا از میخوای بکنم. من بپرسم سوال تیم جان. آه دیگه خیلی، صد صد تو باید مخترین موبایل همراه کیست؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. چرا خنده دارین؟ طرف مزایی داره که ما نقل بتم. متاسفانه که من میدانم شور بتم از بالا. اولین چرا شما ساق میشه و دم تیاسانم کم. مارتین کوپر. کوپر بود. و شما اما سیر میکنین یک تشویق کنین. با افتخارتان، با افتخار خودتان. ای چقدر بیشیمه. یک بار دیگه تشویق کنین خدا شما ممنون باشین. اینم بسیار خوب پیش میرین. لالا چرا قدرت تو میگیم؟ زگریا نانشتی ها رو میگیم دقیق خود پرسم اسیب جان، از کی بپرسم؟ محمد رفیق. از محمد رفیق، آفرین. این حاله نگذاره بکله کار میکنی رفیق جان. برم بگو که چقدر سوال ساده اقتالی داری. دانشگاه ابو ریحان البیرونی در کدام ولایت افغانستان موقعیت داره؟ یک، دو، ایران، سه، در ایران، چهار، این سوال تسر و پنج. این حال سوال از پرسان میکنم. متاسفانه که یک چراغ سرخ میشه و ده امتیاز تم کم. گفتم دانشگاه ابو ریحان البیرونی در کدام ولایت افغانستان موقعیت داره؟ خودت گفتی در ایران. من فکر کردم کشور گفتی. خب در کجا؟ یک دقیقه آرام، در کجا؟ سوال تسر بود. نه خب باز تسر پرسان کنم. مینه باز دانشگاه ابو ریحان البیرونی در کدام ولایت افغانستان موقعیت داره؟ هرات. آفرین. اینه باز جواب درست نبود. دانشگاه البیرونی نرفتی؟ توفیق جان نرفتی؟ نکنم. رفیق جان نرفتی؟ در ولایت کاپیسا. به افتخار تیم ما آفرین، خوب پیش میرین. و رفیق جان متاسفانه خودت از برنامه حذف شدی. رفیق چی احساس داری امیال؟ هیچ احساس راحتی. خب خیلی ما هم میریم سراغ وقفه در ادامه برنامه ما را همراهی بکنین. روح‌الا 60 امتیاز، دو چراغ سبز. احمد نصیر 70 امتیاز، سه چراغ سبز. محمد رفیق حذف. محمد زکریا 60 امتیاز، دو چراغ سبز. عبدالمصور 50 امتیاز، یک چراغ سبز. حسیب الله 80 امتیاز، سه چراغ سبز. برگشتیم به استودیو و باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه. قسمی که شما هم بیننده هستین، رقابت بین هر دو تیم بسیار خوب پیش میره و هر دو تیم مساویانه پیش میرن و امیدوار هستم که امشب از تیم خود ما برنده باشم. اما تو نیست، اما مشکل نیست که رفیق جان حذف شدن. شما پر انرژی باشین، میتونین که برنده باشین امشب. بله. آسیب جان از کی بپرسم؟ روح الله. از روح الله. روح الله برنبو که قله معروف کوی بابا چی نام دارد؟ یک، دو، سه، چهار. امپراتوری. و چی؟ امپراتوری. و پنج. متاسفانه که چراغ بعدیت هم سرخ میشه و ده امتیازت کم. ازت پرسان کردم قله معروف کوی بابا چه نام دارد؟ شای فولادی. با افتخار تیم ما آفرین، آفرین، خوب بشمرین. چانس با تو یاری کرده هستی. بس کی بپرسم؟ باز هم رولا. باز هم رولا. رولا اینقدر سوال ساده است که هیچ پرسان نکو. ایمان آوردن به فرشتگان چه حکم داره؟ یک، حکم. دو، نقل نباشه. سه، سوالتان پاس برسید. ایمان آوردن به فرشتگان چه حکم داره؟ چهار، و حکم عبادت است. چی است؟ حکم عبادت. حکم عبادت. و پنج. متاسفانه که جواب درست نیست و سه چراغ سرخ میشه و از برنامه حذف میشی. رولا واقعا سوال ساده بود. ایمان آوردن به فرشتگان فرض است دیگه. آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. با افتخار آسیب جان کف بزنین. آفرین. چانس با تو یاری کرده آسیب. چانس با تو یاری کرده آسیب. از کی بپرسم؟
روح الله. احمد نصیر. احمد نصیر. از نصیر جان. نصیر دقت کن نصیر جان میتونی واقعا میخوایم یک سوال ساده از پرسان کنیم تا بتونی جواب بدی. برام بگو که تنفس به چند نوع است؟ یک. تنفس به دو نوع. حوازی و غیر حوازی. چی؟ به دو نوع. چی چی؟ حوازی و غیر حوازی. حوازی و غیر حوازی. حوازی و غیر حوازی. دو نوعش درست گفتی. دو نوع تو چند نوع گفتی است؟ به دو نوع. خلاص جواب گفتی. آفرین جوابش درست است. به افتخارش. آفرین عبد النصیر. آفرین. یک دقیقه هم قصوری میخونی میگی من که دانکار دارم این طرف میگی. چانس هم را شعوری کرده بود نه؟ سر تخصیش ده بود. تنفس به دو قسم است. یکی مستقیم و یکی غیر مستقیم. از کی بپرسیم؟ از آسیب الله جان. از آسیب الله جان. آماده استی که سوال بپرسم؟ انشالله. کشور با سوادها لقب کدام کشور است؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. شکوفه تو تیز میخونی؟ یک، دو، سه، چهار، پنج ثانیه هم خو خیر. شش، هفت، هشت. صحیح است شکوفه. چراغ سرخ و ده امتیاز هم کم. کشور با سوادها لقب کشور سیدن است. با افتخارتان کف بزنین او برادر. از کی بپرسم نصیر جان؟ از حسیب الله جان. تاکسی گرفته تا که لایت نتا. حسیب جان آماده استی؟ دقت بیشتر کن. هر توربین برق سروبی چند کیلووات ظرفیت دارد؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. متاسفانه که چراغ دوم شما هم سرخ میشه و در امتیازتان کم. 11000 کیلووات جوابش است و شما دلتان نیست خودتان. آفرین آفرین آفرین. نصیر جان از کی بپرسم؟ خدا خیره. حسیب جان. جان. باید زیادتر دقت کنی به خاطر اینکه یک چراغ سبز داری و اگر این چراغت سرخ شد متاسفانه از برنامه حذف میشی. موضوع هفتم روضه بهارستان چیست؟ یک، دو، سه، چهار و پنج. متاسفانه که با گرفتن این چراغ سرخ خودت از برنامه حذف میشی و مقام پنجم را خودت. آفرین آفرین. آره همتیم، همتیمی های ما بسیار خیره انشالله دو نفر دیگه است. و موضوع هفتم روضه بهارستان احوال شاعران بود. چی احساس داری خودت از برنامه حذف شدی؟ هیچ احساس ندارم. هیچ احساس ندارم؟ تو به احساس آدم؟ نه خیره خوب احساس هم ندارم، احساس خوب. انشالله دو همتیمی های مانده انشالله میتونم برنامه رو پیش بردم. آفرین دقیقا که میتونن. نصیر جان بسیار خودت خوب پیش میریم. از کی بپرسم؟ از ذکریا جان. از ذکریا جان. ذکریا جان آماده استی که سوال بپرسم؟ بله. معدن مگنیز در کدام منطقه افغانستان وجود دارد؟ یک، بگرامی. دو، بگرامی. نخیر. سه، یک فکر کو. در کدام منطقه افغانستان وجود دارد؟ چهار و پنج. متاسفانه که چراغ دوم خودت هم سرخ میشه و در امتیاز کم. آفرین 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 آفرین. در فرنجیل غوربند موقع دارد. تمیم جان زخمی زخمی شده همتیمیایت. اگه خون پر است از تو خود دو تا مرده بیخی خدای ناخواسته. آخ یک دو نفر سر سر غیر نمو فکر کردم خیر یک چراغ های مصبت رولا جان هست هنوز آمده برنامه. نه رولا وقت از برنامه هست شده. انشالله که نصیر جان میتونه کردو هم تیمی تاز بسازه. تمیم ببینیم که چی میشه. یک سوال ساده خب پرسان که دقل خیره. نه او گپا نیست. او گپا نیست؟ رقابت است. از کی پرسم نصیر جان؟ از مصور جان. اصحاب کهف به مدت چند سال در غار خوابیده بودند؟ 650 سال. چند سال؟ دو. 650 سال. سه. 350 سال. 650. و 650 سال. پنج. متاسفانه که خودت با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف شدی مصور جان. 300 سال شمسی که برابر است به 309 سال قمری. صحیح؟ بله. آفرین آفرین. در اینجا حال مساویستیم. حال مساویستیم. ما هم یک نفس مانده مقصد هم اینجا.
نسیر جان از کی بپرسم؟ قبل از اینکه بپرسم سوال از ذکریا جان، اگر خودت 5000 افغانی را از برنامه برنده باشی، از مرحله اول برنامه ما، با 5000 افغانی چی میکنی خودت؟ صرف مصرف خرج پانتون میکنم. محصل هستم. محصل هستی؟ محصل کدام رشته؟ پانزده ژورنالیسم پانتون کابل. دیپارتمنت روابط عامه. ماشاءالله. پانزده ژورنالیسم. بله. بیشک ولی اینه مسئله. چرا اول نگفتی بر ما؟ تو پرسون نکنی، هیچ پرسون که. خوب. بسیار خوب. تا کجا پیش رفتی؟ به کدام بخش علاقمندی داری زیاد؟ دیپارتمنت ما روابط عامه است. پابلیک ریلیشن میگن. آها. جدید تشکیل داده شده در افغانستان. یک 4 سال میشه که آمده. بعد از فراغت کجا دوست داری کار کنی؟ باز فراغت بس تصمیم من دارم که در روابط بین الملل ماستری خود بگیرم. بعد از باز میبینیم دیگه اوزار دیده و زمینه کار پیدا خواهد شد. آفرین آفرین، موفق باشی. زنده باشی بخیر. و ان شاءالله که بتونی بارزوایت برسی. خب فقط یک نفر مونده، ذکریا. باید از ذکریا پرسون شو دیگه. ذکریا یکم کوشش کن. خب آماده هستی که دو پرسون؟ بله. سیاه‌پوستان چند فیصد نفوذ قاره افریقا را تشکیل میدهند؟ 1 2 0% 3 20% 4 و 5. قاره افریقا هم باشه باز 20% سیاه پوستان می باشه. متاسفم ذکریا جان که چراغ آخر شما هم سرخ میشه و دمتی کلا نصف میشین از برنامه. آفرین آفرین آفرین، خوب پیش رفتید. 70% قاره افریقا را مردم سیاه پوستش تشکیل میده و بسیار یک برنامه خوب بود. بازم خوش آمدین و نصیر جان با 5000 افغانی به مرحله دوم را پیدا کردی و امیدوار هستم که بتونی جواب را درست بدی و امشب 15000 افغانی را از برنامه برنده باشی. شما هم در تمام عرصه‌های زندگیتون موفق باشین. در اول من زیاد کوشش کردم اما واقعا نتونستین که پیش برین و ما میخواستم که همینجا ما برنده شیم. والا ما یک چک چک حداقل یک شور و هیجان می آوردم اما ما دیگه باختیم دیگه. باختگی ها فقط باید آرام باشه. تمین جان گپ نیست، خیر هر دو تیم از خود ما هستن و زیاد خوش شدیم که مصور جان زیاد خوش شدیم که نصیر جان در مرحله نهایی را پیدا کردن. من خوش نشدم زیاد. خب من زیاد خوش شدم. من هستیم خودت هم می بود من کم می شدم خوش، ولی حال زیاد خوش شدم. من خب یک سر سوزن هم خوش نشدیم. میاد که نشیدی خوب کار است که نشیدی نصیر. تمیم جان متوجه بودی که از اول برنامه تا حال امی عبدالمصور جان بسیار عاجز استاده بودن. اما تو عاجز هستی یا در برنامه فقط خود عاجز گرفتی؟ عاجز هستم. چی کار بار میکنی مصور؟ من مسئل هستم و در پولیش کار آزاد میکنم. بسیار خوب. به این برنامه چطور اشتراک کردی؟ به برنامه دوستا گفتن اشتراک میکنیم با محمد ذکریا جان یک جایی. خب چی کرده؟ با اینا آمدیم. خب چرا خنده داری لالا؟ نیستی بیا هم گفت بگو تو ما خنده. خب نمک زندگی خواهست کل ما یک جایی بخندیم. آدم همیشه بخنده، خندان باشه. خب آدم همیشه سه چراغش سرخ شد بخنده، دیم زندگی که باخت بخنده. هر قدر باختی معنای نمیده که تو باختی. همیشه تلاش کن. بسیار عالی. یک چیز فراموش نشه همکارا، نصیر جان پیشتر گفتی من یک شعرم دارم در برنامه، دمی دلت نمانه بیام شعرت بر ما دکلمه کن. خب وقتی که کرونا آمده بود اوضاع خرابتر بود، باز من یک چند بیت نوشته کردم. بعد از یک غزلش خودت نوشته بودی؟ بله من خودم نوشته میکنم. نوشته بودم که در پرتو دستان خود صد رخنه داغانم هنوز، در زیر سقف تار و تاریکم چراغانم هنوز. واو واو واو. صد جاده را منزل زدم در دل زدم درد خودم. واو واو کلگی واو. صد جاده را منزل زدم در دل زدم درد خودم، من روحی از درماندگی هستم که میخوانم هنوز. واو واو. من ناخدای باطنم در قلزم فریادها، من قایق چوبی به زیر باد و بارانم هنوز. واو. عمرن مترسکدانی ها و چاکری و دلبری، از هر چه کردم حسرت اما پریشانم هنوز. واو. بینشین واو. تماشایم بکن، روحم ز جانم می رود، فردا که می میرم چرا امروزه انسانم هنوز. واو. من در وقوفم کهترم اندر درونم گم شده، من در وقوفم کهترم اندر درونم گم شده، مهراس نادانم ببین نادان و نادانم هنوز. واو واو واو. به افتخارش آفرین آفرین. بسیار مقبول نسیر جان. زنده باشیم. واقعا استعدادتان قابل قدر است. قدر است بله.
سپاس از اینکه آمدین به برنامه. در تمام عرصه‌های زندگیتون موفق باشین و ما هم میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه. در ادامه برنامه ما رو همراهی بکنین. روح الله حذف، احمد نصیر حذف، محمد رفیق حذف، محمد زکریا حذف، عبدالمصور 80 امتیاز، دو چراغ سبز، حسیب الله حذف. برگشتیم به استودیو و در مرحله نهایی هستیم که همراه ما احمد نصیر جان هستند که 5000 افغانی را از مرحله اول برنامه برنده شدین که در این قسمت برنامه از خودت هر سوال پرسیده میشه. اما قبل از اینکه برات توضیحات بدیم نصیر جان، بجز از تحصیل دیگه مصروف چی کار هستی خودت؟ مدرس در یکی از مکاتب خصوصی هستم. همچنان در بخش رسانه هم بعضی فعالیت‌های کنده کنده داشتیم، اما رسمی نه. آفرین نصیر جان، آفرین. خودت 5000 افغانی رو گرفتی، آمدی به مرحله نهایی برنامه. حالا سوال اول و دوم ما 4 جواب است. دو سوال بعدیش 2 جواب و 3 سوال بعدیش سوالایی است که تشخیص خودت جواب باید بدی. درست است؟ حالا اگر خودت سوال اول ما رو درست جواب دادی، 1000 افغانی به حسابت اضافه میشه. پولت مجموعا میشه 6000 افغانی. و اگر سوالت درست ندادی جواب، 1000 افغانی تام حذف میشه و 5000 افغانی میمونه. اما متوجه باش که دو چراغ سبز داری، یکیش سرخ میشه بعد دیگه‌ش هم سرخ میشه اگر درست جواب ندی. بله دقیقاً. بچه لایق معلوم میشی، متوجه باش تا درست جواب بدی. نصیر جان، اولین پرسش را که ازت پرسان میکنم سوال خوبی است، اما به شرطی که درست جواب بدی. برام بگو که مذاکرات تعیین خط سرحدی پامیر چقدر مدت طول کشید؟ الف 2 ماه، ب 4 ماه، جیم 9 ماه و دال 12 نو ماه. 1 نو ماه. 3 4 و 5. مطمئن هستی که 9 ماه؟ بله، سوالات کنکوری از دیگه 1.5 سال پیش خوندیم. 1.5 سال پیش خوندیم. غالبا 9 ماه. جواب جیم یعنی 9 ماه. بله. آفرین، به افتخار جوابش درست است. آفرین. و نصیر جان در حساب خود 1000 افغانی اضافه شد که مجموعا پول خودت 6000 افغانی هست. احمد نصیر جان آماده استی که ازت سوال دوم بپرسم؟ بله. میرویس نیکه در کدام سال وفات یافت؟ الف 1723 میلادی، ب 1708 میلادی، جیم 1715 میلادی، دال 1719 میلادی. 1 2 1719 1715 گزینه دال 1719 میلادی. متاسفانه نصیر جان که جواب خودت اشتباه است و چراغ دومتون سرخ میشه و 10 امتیازت کم. بله. و فعلا 6000 افغانی داری. جواب اصلیش گزینه جیم 1715 میلادی است. درست تاریخ حساس. گفتم 2 سال میشه. نصیر جان ژورنالیسم خوندی نه؟ بله. همین یک بحث بسیار مهم در ژورنالیسم است. ما که دوره که پانتون میرفتیم، من نمیفهمم که این مضمون شما داشتین، چون رشته تون دیپارتمنت تون فرق میکنه. بله. یعنی آنقدر باید پر انرژی صحبت کنی، آنقدر باید بادی لنگویج داشته باشی، یعنی که حرفایی که تو میزنی از حرفایی که بادی لنگویجت خیلی تاثیرگذار است. حالا این تو ساده است، یک کمک پر انرژی باشه. دلیل چی است که فعالیت بسیار زیاد بوده از صبح؟ از صبح که من از خانه برآمدم، من یک کردت پونتونم ماند. رفیقم زنگ زد گفت اینا تلویزیون زنگ زده که ببین دیگه صبحی وقتم فعالیت دارم، که آدم خسته میشه. لالا باور میکنی از صبح تا این لحظه من فقط یک گلاس قهوه خوردم. یک گلاس قهوه گرفتیم، نانم نگرفتیم. نان نخوردی؟ نه. انرژی تو قابل قدر است. انرژی چیست؟ قابل قدر است. آفرین نصیر جان، آفرین، خوب پیش میری. یعنی واقعا اگر بخوای با یک چراغ میتونی این تو مرحله آخر برنامه رفته. سوال بعدی که من پرسان میکنم 2 جواب داره. از اون 2 جواب هر جوابی که از زبانت خارج میشه عمو قفل میشه. درست است؟ متوجه باش تا درست جواب بدی. امرای بیولوژی چطور هستی؟ علاقه نداشتم به بیولوژی و کیمیا. به کدام مضمون علاقه داشتی زیاد؟ زیادتر به مضمون السنه، دری و پشتو، ادبیات بیشتر. دری و پشتو، ادبیات. آفرین. خیر است. من سوال از پرسان میکنم، یک جواب را که از زبانت خارج میشه مو قفل میشه. برام بگو که سیستم لنفاوی چند وظیفه عمده دارد؟ الف 2 وظیفه، ب 4 وظیفه. 1 4 وظیفه. 2 جوابت قفل شد. 4 وظیفه را که خودت گفتی، متاسفانه که جواب درست نیست. نسیست. و چراغ بعدی هم سرخ شد و خودت از برنامه حذف شد. چه احساس داری حالا؟ احساس خوشی دارم. زمانی که درس میدی، زمانی که خودت میای به سر صنف، یک ویژگی خوب را بگو که یک استاد باید داشته باشه. یک ویژگی خوب اینه که استاد
یعنی زیاد بیشتر درس مثلا سر شاگردا کار کنه. استاد حاکمیت بالای خود داشته باشه، بالای تدریس خود قسم نه که کلش باید شاگردا بونه، اما شاگردا رو فعال نگاه کنه. به خاطر اینکه مثلا من خودم یک عادت که دارم شاگردای تنبل و بازیگوش بیشتر پیشروی میشونم. پیشروی میشونم واش کلای قصود پیش سر. به خاطر اینکه هم معلوم هستم در مکتب سر معلوم هستم. وقتی بعد من ازوری میکنم استادا رو میبینم که اون شاگردایی که در اخیر هستن اونا بیشتر تشنج و نما جور میکنن، یعنی نارامی صرف ما جور میکنن. از اون خاطر اونا رو فعال نگاه میکنن، اونا که لایق هستن و خودشان میخونن درس، اما اونایی که تنبل هستن باید اونا فعال شون لایق شون. بسیار عالی. بچه یک کار را میکنی نسی؟ کدام مضمون درس میدی نسی جان؟ مضمون فعلا پشتو و ریاضی و تاریخ. بسیار خوب. پشتو ریاضی و تاریخ صنف های 7 8 و 9. بسیار عالی. میریم به سوال بعدی. اما چرا سرخ ندارم؟ چرا سبز نداره؟ باید امروی ما دیل کنن. خب میخواین امروی ما دیل کنیم؟ یعنی واقعا نسی من فکر کردم یک لحظه که عرصه چرا خودت سبز است. خب این اینجاست که انرژیت خلاص شده. همینجاست که نسی خلاص شده. نسیر جان یک پیشنهاد برات دارم، یک پیشنهاد برات دارم. بیا یک چراغ از ما بگی در بدل یک هزار افغانی، درست است؟ برای خودت معامیتیم پیسه 1500. نه شرط نمیستم. چی میکنی؟ گفتم نمیکنم قسم کارا. نمیکنی کارا؟ قناعت دارم. بخاطر که من باز قسم کارا شانس ندارم. باز نداری شانس؟ نه شرط بندی شانس ندارم. جواب داره یک جواب بگو، اون جوابت میشه صحیح بره مستقیم میگیری 500 افغانی. بیا خیر اگر کم میکنی یک چراغ بگی به ارزش 500 افغانی برات میتیم 1000 افغانی. درست 500 افغانی درست است. 500 افغانی درست است. آفرین. همکارا یک چراغ نصیر را سبز بکنین تا ما بتونیم سوال از پرسان بکنیم. چراغ سبز شد. بله. حالا متوجه باش که سوال از پرسان بکنم. برام بگو که در کدام نوشیر شاعر به زشت نگاری میگراید؟ به زشت نگاری. بله. الف شعر ابسیه و ب شعر حجوی. حجوی. ابسیه طبعا در زندان میشته میکنه، بیشتر مزاد شاید مزاد باشه که به خاطر آزادی باشه. آفرین و چه جوابه. جواب تملاک شده شعر حجوی. با افتخارش جوابش درست است. آفرین نسیر جان. آفرین. مضمون پول شما فعلا پول شما هست 6500 افغانی. و سوالی که من از خودت میپرسم باید جوابش خودت بدی. چون هیچ گزینه‌ای نداره. آماده است یک سوال ازت بپرسم؟ بله. سومین رئیس جمهور کشور پاکستان چی نام دارد؟ یک. نمیفهم. دو. وقت شلی جناح با اقبال لاهوری تشکیل داد پاکستان 1947 هم قدر معلومات دارم در باره پاکستان. اما سومین رئیس جمهور کشور پاکستان را واقعا نمیدونی. یک این سوال واقعیت اگر از من پرسان میشد من نمیفهمم. طبیعتا بخاطر که بخاطر دیگه علاقه نداریم و بریم سومین چهارمین رئیس جمهور را وقتم قدر نمیمونه. از هر کشور بتونم بریم از کشور پاکستان. ها اما قدر میفهمم که علامه اقبال لاهوری والی جناح 1947 استقلال پاکستان گرفتن. آفرین نسیر. متاسفانه که چراغت سرخ میشه و خودت از برنامه عزل میشی، اما واقعا بچه لایق هستی نسیر. زنده باشی. در تمام عرصه‌های زندگیت موفق کامگار باشی. اگر کدام پیام یا گفتنی داری کامرا به خدمت. گفتنی خاص ندارم، فقط به جوانان میگم که فعال باشین. فعال باشین ازی. اما مولانا یک بیت دارم، یک برنامه دیگه هم گفته بودم که دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. از خواب کردن کده ناق ناق فعالیت کوششم خوب است. از خواب کردن دیگه زیادتر جوانان مال فرار میکنن کشور از کده خوبتر است که در موقعیت خود یک کار نیک کنن و کشور ما انشاءالله کشور آباد آزاد است. سلامت باشی. به افتخار نصیر. آفرین نصیر جان. سلامت. بخیر باش. وقتت خوش. و تشکری میکنم از کرتن بوتیک که لباس های امشب مرا آماده کرد. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان. بله. سپاس از تمام وطن‌دارای عزیز ما که بیننده برنامه اسکی بپرسن بودن. اگر شما میخواین به این برنامه اشتراک بکنین، شما را واتساپ برنامه را امیل عزیز در پایین‌های تلویزیون تان می‌بینین، پیام بگذارین، همکارای ما شما را به برنامه میخواین و یک خاطره فوق‌العاده خوب با هم دیگر می‌سازیم. خداوند دل داده که دوست داشته باشیم، حتی انسان‌هایی که دوستمون هم ندارن، ما از صمیم قلب دوستان داریم. وقت بر شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.